февраля 2015 года по урегулированию ситуации на Донбассе. В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. پس از چند هفته تنش در مرز اوکراین و بالا رفتن احتمال حمله روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور شب گذشته استقلال دو منطقه شرقی اوکراین را به رسمیت شناخت. دو منطقه شرقی لوهانسک و دونتسک مناطق جدایی طلبی هستند که خواهان استقلال از اوکراینند و سال 2014 با عنوان جمهوری خلق لوهانسک و جمهوری خلق دونتسک هم شناخته می شوند. اما این عناوین از سوی کشورها و مجامع جهانی به رسمیت شناخته نشدند تا اینکه شب گذشته پوتین اعلام کرد این دو را به عنوان جمهوری های مستقل از اوکراین به رسمیت می شناسد و بلافاصله پس از آن دستور داد نیروهای روس در آنجا مستقر شوند و دلیل را حفظ صلح اعلام کرد. در کنار انگیزه های تاریخی و تمایل شخص رئیس جمهور روسیه به گسترش پهنه جغرافیایی تحت کنترلش، درخواست اوکراین برای پیوستن به ناتو یکی از دلایل جدی فشار روسها به همسایه شرقی است و آن را تهدیدی علیه خود می‌داند. پوتین که هیچگاه مخالفت خود با پیوستن اوکراین به ناتو را پنهان نکرده، حالا گفته ناتو هم تمایل خود به الحاق اوکراین را پنهان نمی‌کند. صحبت‌های شب گذشته بلافاصله واکنش‌های جهانی را در پی داشت و اروپا، آمریکا و حتی ترکیه به آن اعتراض کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تجارت و سرمایه‌گذاری در شرق اوکراین را ممنوع کرده و قرار است تحریم‌هایی علیه روسیه وضع کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصمیم روسیه را نقض آشکار قوانین بین المللی و تمامیت ارضی اوکراین دانسته و بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس هم گفته بعد از برگزاری جلسه کمیته اضطراری دولتش در مورد تحولات اوکراین تحریم‌های فوری علیه روسیه اعمال می‌کند. همچنین دولت‌های آلمان و فرانسه از روسیه خواستند تصمیم اخیر در مورد مناطق شرقی اوکراین را لغو کند و وزارت خارجه ترکیه هم به رسمیت شناختن استقلال مناطق جدایی طلب شرق اوکراین توسط روسیه را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین دانسته. حالا تنش در اوکراین به ویژه در شرق این کشور به اوج خود رسیده و تحلیل دولت آمریکا از قریب الوقوع بودن ورود روس‌ها به خاک اوکراین عملاً درست از آب درآمده. اوکراین دست به دامان غرب شده و شورای امنیت سازمان ملل قرار است در نشستی اضطراری درباره این مسئله تصمیم گیری کند. همان شورایی که 5 عضو دائم آن یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و البته خود روسیه در آن حق وتو دارند. Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько еще можно это терпеть? Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины.